ملی‌کشی هر هستندهی که اندک شعوری داشته باشد میپذیرد که آزاد اندیشی روشنده و انتقاد جرم نیست بلکه خدمت به بشر است. اما کسی بر دوشان و امام السلام برای بابت مبارزه با جهل خرافات فعالیت های حقوق بشری کمک به کودکان کار و حمایت از کارگران و زندانیان سیاسی امیرتی ابتدا محکوم به اعدام و سپس فهمان به 2 سال حبس کردند. 3 سال و 6 ماه حبس و شکنجه های روحی و جسمی را تحمل کردند. مطابق همین قوانین تاریخ نسبت به گذشته جمهوری اسلامی باید در تاریخ 27/6/1396 آزاد می شدند. اما نه تنها آزادم نکردن بلکه خانوادم را مورد آزار قرار دادن. همسرم را مجبور کردن از من جدا شدن. مادرم را دستگیر کردن و خودم را به شکنجهگاه تهران بزرگ تبدیل کردن. وقتی یک زندانی سیاسی محکومیت به حبس خود را سپری میکند از آزاد نمیکنند میگویند آن زندانی ملی‌کشی ملی‌کشی میکند. در دهه 60 بسیاری از زندانیان سیاسی ملی‌کشی کردند و حتی پس از آنکه محکومیت آنها سپری شد آنان را اعدام کردند. اکنون 5 ماه از ملی‌کشی آن را سپری میکند. این 5 ماه انواع شکنجه های روحی و جسمی را تحمل کردم. به جو امنی که صاحب عنوان و سرسری نگار جهان شدم خلاف کردم و خلاف برداران را مأمور کردم تا مرا مورد ضرب و شتم قرار دهند. قرنطینه تبدیل شدم و در آنجا نیز توهین آگهان به گیرگاهم زرده زد و پس از اینکه به زمین افتادم با لگد به کلیم و به سختی توانستم فرار کنم و زندانیان نجاتم دادند. در همون قرنطینه که سینا قنبری را به خط رساندن و گفتن خودکشی کرده است. زندانیان کلاهبردار و اصلاح طلب نماها همواره برای آنکه از ملاقات شهری اعزام به مخفی و بیمارستان بهرهمند شوند علیه ما براندازها که مخالف حکومت تئوکرات ها بوده این گزارش های دروغ نوشتند. وقتی متوجه شدم بنابر گزارش های دروغ خائنان به ویژه سیره ای آقای فریدون که به لطف عوام هر مقربی برسد صفحه انقلاب باقی از یارانم گلرخ ایدایی و آتنا دامی را به حسک تاپیر کردم و در اعتراض اقدام به اعتصاب غذاب کردم. اما به جای اون که به اعتراضم رسیدگی شود پای صحبتم بنشینم به ترس وحشیانه مرا نیز به زندان تهران بزرگ تبعید کردم و در بعد ورود 15 سربار و پاسدار با لوله آب و باتون به من حمله کردند. در اثر اعتصاب غذا به کمای اعتصاب رفتم. اما حتی ترسیدم من را به بیمارستان اعلام کنند و به اجبار در درمانگاه به من سرم دادند و به شرایط بسیار سختی را تجربه کردم. اما کماکان به اعتصاب ادامه میدهند زیرا ما مرتکب هیچ جرمی نشدیم که چنین بیرحمانه مورد مجازات قرار بگیریم. آری آنارشیست نمیرد تا ظلم را